جناب صمیم صاحب، چرا نیروهای نظامی و انتظامی بدون مقاومت و نبرد بسیاری از ولسوالی ها را تسلیم طالبان نمودند؟ با عرض سلام خدمت آقای علمی و نمیدونم خانم انارکلی با ما وصل شدن تا هنوز یا نه. در حال اگر متاسفانه نه، ما در غیاب به ایشان ادای احترام میکنم و سلام و درود خدا بر ایشان میفرستم. خدا کنه که وصل شوند. حضورشان مایه دلگرمی و افتخار است برای ما. به هر حال ما توضیحات آقای علمی را به مساوی یک استاد آگاه و پژوهشگر بسیار توانای دانشگاهی احترام میگذارم و تایید میکنم. اما ما از آخر صحبت آقای علمی میخواهیم شروع بکنم، در نکته آخر اونا برجسته کردن که در حقیقت نوی از توطئه هست، اینکه چگونه توطئه است، بعد گفتن ممکن است بعدهای ابعاد زیر روشن شود. در علم سیاست خدمت شما عرض بکنم، یک مقوله هست به نام بحران یا بحران‌های مدیریت شده. تصور ما این است که آنچه که به طور دراماتیک در روزهای اخیر و در هفته های پسین در افغانستان اتفاق افتاده و حدود بین 80 تا 90 شهرستان یا ولسوالی به گونه پیهم و بسیار دراماتیک سقوط داده شدن و یا سقوط کردن و به گونه اینا به فرمودی استاد دست به دست شدن و ایده زیاد از این ولسوالی ها متاسفانه با قبول زایات و تلفات زیاد انسانی و مخصوصا او مدافعین قهرمان و آزاده و سربکفی که از نیروهای امنیتی و نیروهای دفاعی از سناریوهای پشت پرده آگاهی نداشتند، در برخی از ولسوالی ها تا آخرین رمق حیات و تا آخرین خطره خونشان فداکارانه به اینا مقاومت کردند، در برابر دشمن سادگی کردند، سینه هایشان را سپر کردند. که ما از اینجا برای روح پاک از این شهدا میخواهیم ادای احترام بکنم و درود بفرستم و به اونانی که قهرمانانه تا آخر ایستادن و امروز زنده باقی ماندن آرزوی موفقیت و پیروزی و سربلندی دارم. به هر حال ما میخواهیم خدمت شما عرض بکنم که به نظر من به عنوان یک آدمی که نسبتاً به مسائل نظامی هم از گذشته ها آگاهی دارم که اگر مقدار تخصصی تر به این مسئله برخورد بکنین، این بحران ابعاد بسیار پیچیده و گوناگون داره که یک بخش زیرا فاکتورها و عوامل درونی تشکیل میده و یک بخش دیگه زیرا فاکتورها و عوامل بیرونی تشکیل میده. در فاکتورهای درونی اگر من خدمت شما عرض بکنم، از ما میخوایم که یک مقدار بر بگردیم، به عقب بر بگردیم. از اون زمانی که معاهده دوحه یا توافقنامه دوحه در فوریه سال 2020 از جانب نماینده ایالات متحده آمریکا با طالب ها به امضا رسید، از اون زمان چنین پیش بینی میشد، چنین تصور میشد، ایده زیاد آگاهان امور مخصوصا کارشناسان امور نظامی و دفاعی به این عقیده بودند که بعد از این طالب ها وقتی که با آمریکایی ها به نتیجه رسیدن که چنانچه زمایم اون توافقنامه تا به حال بسیار برای مردم افغانستان روشن نشده که در زمایم اون توافقنامه چی چیزهای وجود داره که تا اکنون مسکوت باقی مانده، این خودش یک سوال بسیار جدی هست. مردم افغانستان، نخبگان سیاسی افغانستان به صورت قطع از این زمایم آگاهی ندارند. معلوم شد که یک نوی چراغ سبز برای طالب ها از اون زمان روشن شده که طالب ها بعد از او آرام آرام آمادگی می گرفتن برای اینکه بیاین وارد یک فاز جدیدی از عملیات های تهاجمی شوند. طالب ها برای از این امر تدارکات بسیار جدی را انجام دادند، چون مطمئن بودند که دیگه نیروهای ایالات متحده آمریکا نه تنها در این عملیات ها جلوی اینها را نمیگیره از ایالات متحده آمریکا و متحدینش، بلکه ایالات متحده آمریکا به این توافقنامه تعهد کرده بود که نیروهایشان تا 11 سپتامبر سال روان به صورت قطع از افغانستان بیرون میشن. بنابراین طالب ها یک فرصت بسیار مهم پیش آمده بود که یک تدارکات لوجستیکی همه جانبه و گسترده را در هماهنگی با اون سازمان های استخباراتی کشورهای بیگانه به خصوص کشور همسایه پاکستان که به طور مستقیم با طالب ها در رابطه با فعالیت های کشفی و استخباراتی فعالیت هایش هماهنگ دارند و کار میکنند، اینها چنین یک برنامه را از قبل پیش بین بودند.
من متاسف هستم که دولت افغانستان، دولت مردان افغانستان و مدیران ارشد رهبری ارگانهای قوای مسلح و ارگانهای امنیتی افغانستان نتونستن که چنین یک پیشبینی داشته باشند و از قبل برنامه های خونسا کننده برای یک تهاجم بسیار گسترده و تهاجم بزرگ اتخاذ بکنند. و می خاطر بود که طالب ها یک فرصت هم منتظر ماندن و مذاکرات در دوحه ادامه دادن با این نیرنگ که در دوحه طالب ها آمدن هم بر عقب میز مذاکره و با هیچ اجندای هم به نتیجه نرسیدن. بارها و به دفعات برای اینها برنامه آتش بس پیشنهاد شد ولی هیچ وقت اینا به آتش بس اینا توافق نشان ندادن. اما از فضای دوحه اینا بیشترین بهره برداری سیاسی را کردند و به یک نحوه به طور غیر مستقیم کشورهایی که در این برنامه و در این سرانروزی دخل بود برای طالبها یک زمینه اعلان ناشدی مشروعیت سیاسی بین المللی را هم فراهم کردند. طالبها در نشست‌های گوناگون، حیاتهای رهبریشان، کنفرانس‌های مختلف اشتراک کردند، با دولت‌های مختلف از هیئت طالبها میزبانی کردند و به این گونه طالبها هم از نظر سیاسی یک سر دستاوردهایی را به دست آوردن و هم همزمان با اینکه می دانستن که یک خلایی به وجود آمده که قوات های ناتو و ایالات متحده امریکا دیگه در پیش از اینا قرار نداره که جلوی عملیات های اینا را بگیره، اینا شروع کردن به یک فاز جدیدی از فعالیت های تهاجمی و عملیاتی. چیزی که ما می خواهیم خدمت شما عرض بکنم، جانب مقابل متاسفانه ضعف های بسیار برجسته که در کادر رهبری قوای مسلح افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان و مخصوصا سرقومندانی علای قوای مسلح افغانستان وجود داشت، این متاسفانه کمکان به جای خود باقی ماند و اینها هیچ نوع تجدید نظر در برخوردا و پالیسی ها و سیاست های دفاعی و امنیتیشان نکردند، مخصوصا در رابطه با جابجایی کادرهای مسلکی و مجرب و کادرهایی که می توانستند در چنین یک شرایط حساس و بحرانی در برابر طالب بیستند و سوق اداره قوات ها و نیروهای قوای مسلح را به دست بگیرند و نیروها را درست به کار ببندند. این نیروی عظیم و بزرگی که در اختیارشان داشت، این نیروها را درست سازماندهی بکنند، سمندهی بکنند، رهبری بکنند. ببینید، قبل از همه می خواهیم به یک مسئله اشاره بکنم. آقای رئیس جمهور با تیم که آمدن موفق شدن، گویا از برای انتخابات و کرسی ریاست جمهوری گرفتن، داخل ارک شدن، از همون زمان به سیاسی ساختن ارگانهای قوای مسلح، مخصوصا رهبری قوای مسلح یا ارگانهای امنیتی پرداختن. آنچه که خلاف مفاد و مواد قانون اساسی جمهوری افغانستان بود، جمهوری اسلامی افغانستان بود و قوای مسلح نهادهای ملی بود، اینها نباید سیاسی میشدن. اینها آمدن با رهبری قوای مسلح برخورد قومی، برخورد سلیقه‌ای، برخورد سیاسی کردن و افراد بسیار ضعیف و ناتوانی که مربوط به گروه‌بندی سیاسی خودشان می‌شدند، اینها را بدون از اینکه استحقاق رهبری از ارگان‌ها را داشته باشند، بدون از اینکه درایت این کار را داشته باشند، آوردن در رهبری این نهادها قرار دادن. یک مسئله دیگه که من در عوامل درونی می‌خوام به او اشاره بکنم که بسیار مهم است، که از دید بسیاری از عزیزان ما و کارشناسان ما گاهی پنهان باقی می‌ماند و این مسئله در این ضعف ها آل خدا برجسته میکنه، نشان میده. او عبارت از این است که در دوری، در زمان سالهای پایانی دوره اول نخست ریاست جمهوری آقای اشرف غنی، آقای غنی تحت تأثیر یا فشارهایی که از جانب پاکستان به ایشان وارد شد و اون سفرهای متعدد و پیهمیره که رئیس ستاد مرکزی ارتش پاکستان به افغانستان داشتن، در اون زمان اینا زیر فشار قرار گرفتن تا یک بخش قابل ملاحظه از افسران مجرب، کار آزموده، تخصصی، مکتبی، مسلکی، کاراگاه، متحد و وطن پرستی که در صفوف قوای مسلح وجود داشتن، در هر سه ارگان قوای مسلح، اینا هنوز به سن استاندارد تقاعد و بازنشستگی نرسیده بودن. ایده زیاد از اینا مربوط به بقایای حزب دموکراتیک خلق افغانستان درگذشته و مجاهدین و مقاومتگرانی که بعدن آمده بودن در صفوف قوای مسلح حل شده بودن و به تدریج به افسران مسلکی مبدل شده بودن و اینا یک نیروی بسیار مطمئن بودن برای دفاع از کشور و برای استادگی در برابر مداخلات و تجاوزات بیرونی. اینها آقای غنی را تحت فشار قرار دادن. شما میدونین که از اون سالها تا به اکنون ارقامی که وجود داره در حدود 2000 افسر از سن 48 سالگی شروع تا سن 55 سالگی به بازنشستگی سوق داده شدن و آقای غنی با افتخار در یکی از صحبت‌هایشان یادآور شدند که گویا اینا یک تعداد افراد فاسد از قوای مسلح به دور کردند.
خب امکان داره در جمعی از افراد فاسد بوده باشه، ممکن است در جمعی از افرادی بوده باشه که سنشان به تفاوت به او استانداردها برابر بوده باشه، ولی ببینید که نه حتی قانون ذاتی افسران تغییر داردن. متاسفانه خلاف تمام قوانینی که در طول سالهایی که ما یک ارتش معاصر در افغانستان داشتیم، هیچگاه ما شاهد چنین چیزی نبودیم که ارتش یک ارتشی که در حالت جنگ باشه. از 34 ولایت افغانستان در 27-28 ولایت افغانستان جنگ تمام عیار وجود داشته باشد، یک دشمن سوگند خورده که برای هیچ کمپرومایز و مصالحه و تفاهم آماده نباشه، هنوز در برابر قرار داشته باشه. شما یک بارگی قوای مثلا بیاین از کادر کارآز بوده و تخصصی و مسلکی توهی و خالی بسازه. ببینین جای این افسران پر کردن بسیار کار دشوار است. به این خاطر است که ما میخوایم در رابطه با این مسئله خدمت شما یادآور شم که این یکی از مسائل بسیار مهمی بوده که در ضعف ارگانهای قوای مسئله بسیار تاثیرگذار بوده. همچنان عدم هماهنگی در میان نیروهای قوای مسئله، ضعف ارگانهای کشفی و استخباراتی و اپراتیفی که بتانند از برنامه ها و پلان های دشمن از قبل اینا آگاهی داشته باشند و برای خونسا کردن از این برنامه ها اینا اقدامات فوری و عاجل روی دست بگیرن. چرا قوای مسئله افغانستان در یک حالت از نقطه نظر نظامی، نظامیان ما ایره بیشتر میدانن، چرا همیشه در یک حالت دفاع پسیف قرار داشته باشه؟ این از لحاظ علم نظامی دفاع پسیف میگن، دفاع غیر فعال، که شما همیشه در مناطقتان در حالت دفاعی باشین، دشمن به عملیات های تهاجمی را اجرا بکنه، شما را بکوبه، شما همه چیزتان به تحلیل بره، به نابودی بره و بالاخره مجبور به عقب نشینی و ترک مناطق شان شید. خب یکی از مسائل دیگه که باید از قبل باید در اینجا کارشناسانه کردش برخورد میشد و عبارت از این بود که باید دولت افغانستان از سال 2014 زمانی که قطعات ناتو خروج خود آغاز کردن و این قطعی بود که دیگه نیروهای بین المللی یا نیروهای ناتو و امریکا و متحدینش از افغانستان خارج میشه، اینا باید یک برنامه مدون، یک استراتژی مدون دفاعی باید روی دست میگرفتن و از اون زمان و آمادگی برای شرایط بسیار دشوار و شرایط بسیار سخت را باید اتخاذ میکردن. از نقطه نظر اکمالاتی، از نقطه نظر لوجستیکی باید اینا یک اکمالات حداقل، ما در اصطلاح نظامی یک اصطلاح داریم به نام ذخایر واستوک، باید اینا حتی اقل یک ذخایر 10 ساله رو برای جنگ پیش بینی میکردن، به وجود می آوردن، هم در ولایت کشور هم در مرکز، بخصوص در مراکز زونها که هیچ وقت اینا قوای مثلا در حالت قرار نمی گرفت که باز در اثر کمبود مهمات و لوجستیک جوخه گرو گرو یا برون به وسیله طالب ها حلال شون یا برون مجبور به تسلیمی و عقب نشینی شون. ببینین اینها همه جفایی بوده، خیانتی بوده که آگاهانه از جانب رهبران دولت افغانستان و مسئولین درجه که ارگانهای قوای مسئله و امنیتی افغانستان صورت گرفته و این به هیچ وجه بخشودنی نیست. باید این مسائل جدن به طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد. یک نکته دیگر که من خدمت شما میخوام عرض بکنم، مداخله شورای امنیت باعث یک نهادی که میفهمین در کنار ریاست جمهوری افغانستان یک نهاد به نام شورای امنیت با یک ساختار عریض و طویل وجود داره که دارای چندین ریاست خانه هست و یک عده پرسنل در اینجا جمع شده که اکثرا افراد گمنام، افراد مشکوک و افرادی هستند که اینا هیچ نوع سابقه نظامی در داخل افغانستان نداشتند، سابقه میدانی در میدانهای جنگ و نبرد نداشتند، جز یک اقلیت کوچکی که در اونجا ممکن است افراد تخصصی باشه، اکثرا افراد تصادفی هستند که بعد از فراغت از یک تعداد دانشگاه‌های کشورهای خارجی آمدن بدون از اینکه اینا بروند در میدانهای نبرد کارآزموده شوند، امتحان خود بتند، آمدن با معاشات و امتیازات نجومی در درون شورای امنیت آمدن جابجا شدند. یک بخش از اینا ما به صورت قطع برای شما میخوایم یادآور شوم که به عنوان ستون پنجم برای استخبارات کشورهای بیگانه کار میکنن و در این سناریویی که ما پیشتر خدمت شما عرض کردم در سرانوی سقوط و دست به دست شدن این شهرستان ها و ولسوالی های افغانستان اینا دست داشتن. ببینین در می اواخر دیروز بود یا امروز در یکی از سایت های معتبر ما یک مسئله برخوردم که بسیار تکان دهنده هست. میگن از جمله 47 ولسوالی که سقوط کرده، 43 ولسوالی ری که ولسوالهایشان الان بررسی شدن با وسیله آقای محب مشاور شورای امنیت به طور مستقیم اینها گماشته شدن و این بیشترین نمو ولسوالی هایی بودن که با سلاح و تجهیزات خود همه چیز تسلیم طالب کردن. 43 ولسوالی ازی البته قماندان های امنی که در این ولسوالی ها بودن. بنان معلوم میشه که این یک بحران مدیریت شده بوده از قبل با وسیله خارجی ها استخبارات کشورهای بیگانه
کشورهایی که در مسائل افغانستان دست دراز دارن و در اماهنگی به نحوی در اماهنگی با اون ستون پنجمی که در درون دولت افغانستان بخصوص در درون شورای امنیت و زیر مجموعه های ریاست جمهوری افغانستان قرار دارند.